24 جلو مصادف است به روز جهانی رادیو، اما از این روز در حال تجلیل می شود که دست کم 78 شبکه رادیویی در افغانستان پس از تحولات اخیر در کشور بسته شده است و 3123 تن کارمندان این رسانه ها از کار بیکار شده است. از جمله 1392 تن آنان خانم ها بودند. بنابر مشکلات اقتصادی و نبود برنامه های تفریحی، شمار کارمندان رادیوهای فعال نیز کم شده است. مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگویند اگر مشکلات حاضر این رسانه حل نشود، شمار بسته شدن شبکه های رادیویی به بیش از 90% خواهد رسید. یافته های ما نشان می‌دهد که اگر جامعه جهانی در قسمت حمایت مالی از رسانه ها اقدام نکنه، متاسفانه تا 6 ماه دیگه ما شاید بسته شدن بیشتر از رادیو ها می باشیم. از سوی هم رادیو رسانه پرطرفدار در افغانستان است. با وجود پیشرفت ها در رسانه های تصویری و اجتماعی، هنوز هم مردم در قریه و قصبات بیشتر شنونده رادیو هستند و شماره از کارمندان رادیو می گویند می خواهند مانند سابق به کارشان ادامه دهند. ما می خواهیم که صدای زنها باید در رادیو باشه، در رسانه ها شنونده شود، شنیده شود از طریق رسانه ها و از طریق رادیو ها شنیده شود، چون زن ها هستند که کار کردند در پالی مردها، در پالی برادرای خود، دوشا دوش کار کردند، زحمت کشیدند. قبل از تحول ما برنامه ما نرمال بود و به طور عادی همه روزا ما می آمدیم برنامه پیش می بودیم، اما در چند ماه اخیر که امی تحول که آمد برنامه ما استاب شده. خب مشکلات اقتصادی وجود داره، طبیعی است که بازار کار کم رنگ شده، اعلانات تجارتی و پروژه های آموزشی و فرهنگی که در گذشته گرفته می شد یا پروژه های سیاسی در کنارش، اونا تقریبا به صفر تقرب کرده. در همین حال مسئولان دولت میگویند که رسانه ها می توانند با حفظ قوانین شرعی و اصل بیطرفی به فعالیتشان ادامه دهند. امارت اسلامی در کل با آزادی بیان و فعالیت های خبرنگارا و رسانه ها به حمایتش متعهد است و در چوکات اصول اسلامی و منافع ملی این همه را حمایت میکنند. این در حال است که در این اواخر ایجاد محدودیت ها، مشکلات اقتصادی، رفتن کارمندان مسلکی و خبرنگاران زن از کشور مشکلات عمده رادیوها در افغانستان گفته می شود.